سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. خود به چه معنیه؟ انسان کامل چیه؟ انسان‌های کامل همیشه تحت تعقیب مراحل عرفان از نظر عطار در مورد وحدت وجود چی فکر میکنه؟ 7 مرحله است و هر کدوم از این مراحل رو میخوام براتون یک تعریفی ارائه کنم. ویدیوی امروزمون درباره عرفان هست. این ویدیو برای اینکه شما یک اطلاعات سرانگشتی درباره عرفان به دست بیارید و یک دید کلی به این پیدا کنید که وارد شدن به راه طریقت و تصوف چی هست و عرفان چه نتیجه‌ای در بر داره. ولی قبل از اون میخوام ازتون دعوت کنم که سابسکرایب کنین، لایک کنین و از ما حمایت کنین. بچه ها، عرفان به معنای شناخت هست و در اصل یونانیش به کلمه نوز میشناسن، ولی عرفان یک کلمه قدیمی هستش، یعنی در پارسی قدیم عرفان به معنای شناخت، ولی وقتی که عربی وارد زبان فارسی شد کلمه عرفان به کلمه شناخت تغییر پیدا کرد. در تعریف خودشناسی، خود به چه معنیه؟ خود نیرویه که فرد با استفاده از اون به محیط اطرافش شناخت و آگاهی پیدا میکنه و به محیط اطرافش ارتباط برقرار میکنه. نقش معلم یا استاد راهنما در عرفان چیه؟ نقش استاد راهنما اینه که تمرین هایی رو به سالک میده که در کنار زندگی روزمرهش خودش رو فراموش نکنه. تصوف چیه؟ انسان فقط با زهد نمیتونه به عرفان برسه، بلکه نیاز به مجموعه تمرین هایی برای خداشناسی و خودشناسی هست که به این مجموعه تصوف میده. تصوف دستگاه آموزش و پرورش عرفان هست. در عرفان به چه کسی درویش میگن و درویش به چه معنی؟ درویش فکرش اینه که دست به کار و دل با یار. فکر درویش این هست که تا جایی که میتونم و از دستم برمیاد برای خانواده و جامعه کار میکنم، اما در هیچ لحظه‌ای و تنفسی از یاد خدا غافل نمیشه. چرا در ایران درویش رو منفی ارزیابی میکنن؟ از قشرهای مختلف جامعه میان و به تصوف و عرفان میپیوندن. بین افراد مختلف که از طبقات مختلفی اومدن، آدم‌های مثبت و آدم‌های منفی وجود داره. بعضی از آدم‌های منفی هم میان توی رشته تصوف تا خصلت‌های منفی خودشون تغییر بدن و این قضیه یه چیز طبیعیه و ما نباید با وجود یک نفر تمام افرادی که درویش هستن رو منفی ارزیابی کنیم. بعضی از افرادی هم که در لباس درویشی خودشون رو درویش معرفی میکنن، آموزش‌های عرفان رو دنبال نمیکنن و فقط نام درویشی رو دارن یدک میکشن و به همین دلیل هم هستش که اونها درویش واقعی نیستن و فقط نامشون درویش هست. منش زندگی درویش و نحوه زندگی درویش چی هست؟ درویش مرامش تعادل و وسطه. درویش به تجمل علاقه نداره و اون رو به راحتی رها میکنه و هیچ دلبستگی و تعلقی به این دنیا نداره. درویش ها مرامشون افتادگی در برابر خداوند است. در قرآن کلمه درویش به معنی فقیر آمده. درویش کسیه که به جای خواهش‌های نفسانی خودش درخواست‌های خداوند رو اجرا می‌کنه.
در مکتب درویشی تبلیغ چگونه است؟ اصولا توی مکتب درویشی تبلیغ وجود نداره، اما اگر کسی علاقمند باشه به دعوت دیگران به مکتب درویشی، این یک امر شخصی و نمیشه گفت که هر کسی باید این کارو بکنه. رابطه درویشی و فعالیت‌های سیاسی چیه و درویش چقدر حق داره در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنه؟ اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، اصل قضیه به این برمیگرده که چجوری کار سیاسی رو تعریف کنیم. در جامعه‌هایی که استبدادی و دیکتاتوری هستن، هر فعالیتی که برای رفاه اجتماعی باشه و هر فعالیتی که در جهت منفعت انسان‌ها و انسانیت باشه و در جهت فعالیت‌های مدنی باشه، کار سیاسی ترجمه میشه و براش جرم تعریف میشه. یعنی به عبارتی تعریف جرم سیاسی خیلی وسیع میشه و حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی رو در بر میگیره. اصولا توی جامعه‌های دیکتاتوری هر کار اجتماعی رو فعالیت سیاسی نامگذاری می‌کنن و براش جرم تعیین میشه. رابطه استاد و شاگرد در عرفان چگونه است؟ اصولا در عرفان هیچ رابطه‌ای به نام تقلید وجود نداره. رابطه‌ای که بین استاد و شاگرد در عرفان در جریان هست، ارادت نامگذاری شده. انسان کامل چیه؟ هر کسی که مراحل عرفان رو به طور کامل پشت سر گذاشته باشه، به اون انسان کامل گفته میشه. انسان کامل از همه چیز آگاهه. اصولاً انسان‌های کامل همیشه تحت تعقیب دولت‌های جهان قرار می‌گیرن، به خاطر اینکه این افراد حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره جهان هستند و بیم آن میره که این اطلاعات رو به دیگران انتقال بده و به همین دلیل همیشه تحت کنترل دولت‌های جهان قرار می‌گیره. انسان کامل به معنی این هست که یک انسان از انسان عادی جدا شده و در سیر تکامل قرار گرفته و یک راه طولانی رو در پیش رو داره که به تکامل برسه. هویت شخصی انسان کامل بست پیدا میکنه و معرفتش هم بست پیدا میکنه. فرق انسان کامل و انسان مطلق چی هست؟ انسان مطلق وجود نداره، چون ما در عالم مقید هستیم و همه چیز نسبی هست. ما فقط میتونیم انسان کامل داشته باشیم در اینجا. مطلق فقط خداست، چون هیچ قیدی نداره. خصوصیت انسان این هست که جسم اون ناپایداره ولی روح انسان اساسی و باقیه. انسان در وضعیتی قرار داره که پرده های قفلت روی قلب اون افتاده و نمیتونه نور خداوند رو که در درون قلبش هست ببینه. سلوک چی هست؟ سلوک به معنی کنار زدن پرده های قفلت از روی قلب انسان. وقتی که پرده های قفلت به طور کامل از روی قلب انسان برداشته شده باشه، به اون میگن کمال. راه و روش عرفان برای شناخت حقیقت جهان چی هست؟ همونطور که مولانا گفته، راه و روش عرفان برای شناخت جهان از طریق حضوری هست و نه از طریق استدلال. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. تصوف مجموعه ای از تمرین هایی هست که با بکار بستن اونا انسان میتونه از وادی تاریک قفلت خارج بشه و به قله شناخت خود و خداوند برسه. تصوف چه جور جهان بینی داره؟ تصوف یک ایدئولوژی نیست. تصوف
راه و روشی برای آزاد کردن پتانسیل درونی انسان. تصوف مجموعه تعالیمیه که استادان این رشته در اختیار انسان گذاشتن از زمان حضرت آدم تا حالا. سالک باید کانالی مرتبط بین عقل و قلبش برقرار کنه. مقام عقل چیه؟ عقل میتونه بر خرافه غلبه کنه، اما نمیتونه با استدلال به حقیقت خود و معرفت و خداشناسی و خودشناسی دست پیدا کنه. کاربرد عقل برای زندگی روزمره و معاشه، ولی قلب برای شناختن حقایق غیبی این جهان. ما همیشه اسم اسلام و عرفان رو در کنار هم به نام عرفان اسلامی میشنویم، اما واقعا ارتباط این ستا چی هستش؟ برای فهمیدن بهتر این موضوع باید تعریفی از تصوف و اسلام براتون ارائه کنیم و متوجه بشیم آیا ارتباطی بین تصوف و اسلام وجود داره؟ تصوف به معنی مجموعه تعالیم انبیا هست. این تعالیم از زمان پسر حضرت آدم شیس شروع میشه تا به حال. اما تعریف اسلام این هست که مجموعه تعالیم عرفان و تصوف که در تمام دین ها وجود داره در اسلام هم وجود داره. شیس پسر سوم حضرت آدم اولین کسی هست که تعالیم عرفانی رو و تعالیم تصوف رو به انسان ها آموخت و در انگلیسی به اون میگن ستیانیزم. عرفان با کلمه های مختلفی مثل میستیسیزم، گینوستیسیزم و ازوتریزم شناخته میشه. نام تصوف در طول تاریخ بارها و بارها عوض شد. از زمان شیس تا قبل از حضرت مسیح به اون میگفتن ستیانیزم، اما وقتی که حضرت مسیح اومد و وقتی که هنوز محمد نیامده بود به تصوف میگفتن گینوستیسیزم، اما بعد از اینکه حضرت محمد اومد تا به امروز به تصوف میگن صوفیزم. مانی پیامبر ایرانی که از شرق چین تا غرب تا نزدیکی اروپا پیروان زیادی داشت، خودش رو شاگرد مسیح معرفی میکرد و یکی از اهالی تصوف محسوب میشد و گیاهخواری رو تبلیغ میکرد. آیا در عرفان میشه بدون معلم و بدون هیچ استاد راهنمایی رشد کرد؟ صوفیا میگن که مریدی که بدون داشتن استاد خودش رو به سلوک کنه، خواهش های نفسانیش رو دنبال میکنه و بیشتر از این که خداشناسی پیدا کنه فقط خودخواهی پیدا کنه. برای مثال اگر بخوام یک رابطه مرشد و مرادی رو یا مرید و مرادی رو براتون مثال بزنم، رابطه مولانا و شمس. شمس معلم مولانا و مولانا مرید شمس بود، یا میشه گفت شمس مراد مولانا. مرشد از خودش حرف نمیزنه، بلکه از طرف خدا حرف میزنه و مثل پیامبر تبلیغی میمونه که داره حرفای خدا رو، سخن خدا رو به مردم میرسونه. در عرفان با واژه ها و اصطلاحات و تقسیم بندی ها و دستبندی های مختلف روبرو میشه. من فقط براتون بعضی از اونا رو نام میبرم، ولی نمیخوام براتون همه رو توضیح بدم. مثل مراحل، مراتب، مقامات، احوال، خصایص و گام هایی مثل توبه، تلقین، مجاهده با نفس، طلب، ارادت به استاد، ذکرهای استاد، توبه، عشق و خیلی از این اصطلاحات توی مراحل و مراتب مختلفی از عرفان به کار برده میشه که ما از اونها خیلی سریع میذاریم و توضیحشون نمیدیم. ولی اگر به دنبال این راه هستیم، وقتی وارد این راه بشین آروم آروم اینها رو به شما یاد. به طور مثال مراحل سلوک خودشناسی 3 تا مرحله داره که اونها رو محاسبه، مراتبه و مرابطه نامگذاری کردن. کارکرد عقل در عرفان این هست که عقل میتونه وسیله سنجش نفس باشه و جلوی خواهش های نفسانی و خواهش های بیمورد نفس رو بگیره.
یکی از بزرگترین کتاب‌های عرفانی کتاب منطق الطیر عطار هست. میخوام این کتاب رو و موضوعات داخل اون رو به صورت خلاصه براتون توضیح بدم. مولانا در مورد کتاب عطار میگه: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. منطق الطیر به معنی زبان پرندگان هست. مراحل عرفان از نظر عطار در کتاب منطق الطیر به این صورت هست: طلب مرحله اول، مرحله دوم عشق، بعد از اون معرفت، مرحله بعد استغنا، و بعد از استغنا مرحله توحید، و بعد حیرت، و مرحله آخر فنا است. این هفت مرحله عرفان است. داستان کتاب منطق الطیر داستان سی پرنده است که میخوان به قله کوهی برن. این قله کوه قاف هست که در اونجا سیمرغ زندگی میکنه. هدهد پرنده‌ایه که به راه قله قاف آشناست و حکم استاد راهنمای بقیه پرنده ها رو داره. کار هدهد در این داستان این هست که با تئوری دادن بقیه پرنده ها رو به تجربه شخصی وادار کنه تا سیمرغ رو پیدا کنه. حالا تا اینجا ما همه چیز رو تقریبا در مورد عرفان براتون توضیح دادیم، ولی میخوام براتون بگم که واقعا نتیجه عرفان چی هست. یعنی اگه یه نفر راه عرفان رو طی کنه و به انتها برسه، در انتها به چی خواهد رسید؟ در انتها اون فرد به آگاهی کامل میرسه و جهان رو کاملا میشناسه و حقایق غیبی رو از جهان میشناسه و خودش رو میشناسه. نتیجه عرفان و سلوک شناخت خود و تغییر خصلت‌های بد به خصلت‌های مثبت، مثلا بخل و حسد و کینه از بین میره. بعد از اینکه براتون یک مقدمه‌ای از تمام اصطلاحات عرفانی گفتم و شما رو با این مرید و مرشد و مراد و رابطه اونا آشنا کردم، میخوام به موضوع اصلی در عرفان بپردازم که اون هم مراحل طریقت هست که هفت مرحله هست و هر کدوم از این مراحل رو میخوام براتون یک تعریفی ارائه کنم تا بفهمید که در این راه چه مراحلی طی میشه و چه احوالاتی طی میشه و به چه مقصدی میرسن آدم. مرحله اول در عرفان طلب هست. انگیزه برای پیدا کردن جواب سوالات و مشکلات همون حس طلب در بعضی از انسان ها هست که در همه انسان ها هست، ولی در بعضی از اونا خاموش میشه با درگیر شدن در این دنیا. این حس خاموش میشه. این حس همون سوالی تو ذهن همه آدم ها هست که من از کجا اومدم، به کجا دارم میرم، برای چی اومدم تو این دنیا و واقعا هدفم از این جهان چی هست و در نهایت به کجا خواهم. همونطوری که مولانا میگه: از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نینمایی وطنم. مرحله دوم در عرفان عشق هست. عشق همون حسیه که سالک با آموزش هایی که استاد راهنما به اون میده در قلبش و ذهنش احساس میشه. این حس رو بهش میگن عشق. مرحله سوم در عرفان معرفت هست. معرفت وقتی حاصل میشه که سر ذرات کل هستی به سالک شناخته میشه و سالک بهشون معرفت پیدا میکنه. در نتیجه سالک به هستی معرفت پیدا میکنه و در نتیجه به خالق این هستی معرفت پیدا میکنه. مرحله چهارم عرفان استغنا میشه. مقداری که سالک از خدا میفهمه و میفهمه که موجودات نیازمند به خدا هستن و از یکدیگر بی نیازن، این میشه همون مرحله استغنا. مرحله پنجم از مراحل عرفان توحید نامگذاری شد. این همون مرحله‌ایه که سالک به حقیقت احدیت دست پیدا میکنه، یعنی همه چیز رو واحد با خدا میبینه. مرحله ششم عرفان حیرت نامگذاری شده. در این مرحله سالک حسی بین هوشیاری و مستی داره، یعنی یک لحظه هوشیاره و حواس پنجگانه شو داره ولی یه لحظه دیگه حواس پنجگانه خودشو نداره.
و یه حالتی بین خودآگاهی و ناخودآگاهی قرار داره. سالک یک لحظه در این دنیاست و یک لحظه در این دنیا نیست. یک لحظه هوشیاره و یک لحظه هوشیار نیست. این حالتی که بین هوشیاری و مستی قرار داره رو بهش میگن حیرت. و مرحله آخر عرفان فقر و فناست. در این مرحله سالک هر کسی رو که ببینه حس دیگران بهش منتقل میشه. یعنی اگر کسی رو ببینه که خوشحال باشه سالک هم خوشحال میشه. اگر کسی رو ببینه که ناراحت باشه سالک هم ناراحت میشه. در این مرحله سالک حس بقیه رو حس میکنه. مرحله فقر و فنا رو به این صورت گفتن که مردن در مرحله‌ای و زنده شدن در مرحله بالاتر و آگاهی بالاتر و فهمیدن کل جهان مثل آگاهی سوم. برای اینکه کل این موضوع رو درک کنیم، چون عرفان به شناخت و آگاهی مربوط میشه، میخوام مراحل آگاهی رو که 3 مرحله هست براتون توضیح بدم. آگاهی 3 تا لول داره، 3 تا سطح داره. سطح بالاتر یونیورسال کانشسنس هست، یعنی خودآگاهی جهانی، خودآگاهی مطلق که این رو خدا داره، چون خدا مطلق است به همه جهان، به خودش و به تمام موجودات جهان. خدا عالم به خودش و همه هستی است که به این میگن آگاهی مطلق. لول دوم از آگاهی individual consciousness نامگذاری شده، یعنی هر فردی یا ذره به خودش آگاهی داره که به این میگن آگاهی فردی. سطح دیگری از آگاهی deep consciousness نام داره که به معنای خودآگاهی عمیق هست و این موقعیه که فرد یا ذره به غیر از خودش در یک جامعه به حس فهمیدن بقیه افراد میرسه و دیگران رو حس میکنه و حس بقیه به اون منتقل میشه. وقتی که یک ذره خودش رو حس میکنه، وقتی ذره ها با هم جمع بشن، ذره ها یک فهم جمعی، آگاهی جمعی پیدا میکنن و به شناخت یکدیگر میرسن. هر قطره به خودش شعور داره، اما وقتی تعداد قطره با هم جمع میشن حس مشترک ایجاد میشه که به این میگن آگاهی جمعی. این همون مرحله فنا هست. سوالات زیادی از صوفی ها میشه در مورد اینکه در مورد وحدت وجود چی فکر میکنیم. آیا وحدت وجود به معنای اینه که هر فردی، هر چیزی در این جهان همون خداه؟ و اینجا من میخوام یک شعری رو از مولانا براتون بخونم که میگه متعهد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. در تجلی رفت آن نور سره، شد عدد 1 2 3 4 چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا نماند فرقه ای در این فری. و محمود شبستری در یک شعری گفته تعین بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد. وجودن در کمال خیش جاریست، تعین ها امور اعتباریست. خب دوستای من تونستم براتون عرفان رو توضیح بدم. حالا میخوام که این برنامه رو فقط به عنوان یک خلاصه در نظر بگیریم و در آینده اگر دوست داشتیم عرفان رو دنبال کنیم، بریم برنامه های عین عرفان رو تماشا کنیم و بعد از اون میتونیم بریم پیش عارفا و از اونها اطلاعات بیشتری. ازتون تشکر میکنم که برنامه ما رو تماشا کردین، چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا برنامه های بعدی ما رو ببینین. خیلی ممنون.